اول تیر ماه سال 1319 پسری به طایفه کیارستمی های میگون شمیرانات اضافه شد که اسمش رو گذاشتن عباس. کسی فکرشو هم نمی کرد که اون قراره افتخارات زیادی به حافظه فرهنگی و هنری کشورش اضافه کنه و بارها و بارها نام ایران رو تو رخدادهای بین المللی ثبت کنه. عباس کیارستمی از مدرسه با نقاشی شروع کرد. 18 ساله بود که برنده جایزه یه مسابقه نقاشی شد و همین بهانه ای شد تا توی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران نقاشی و گرافیک بخونه. برای گذران زندگی مدتی پلیس راهنمایی و رانندگی شد، ولی از سال 1340 نقاش تبلیغاتی آتلیه 7 شد و همزمان تو مؤسسه دیگه‌ای طراحی جلد کتاب، پوستر و آگهی بازرگانی انجام میداد. طراحی گرافیک بهانه‌ای بود تا به حوزه طراحی و ساخت تیتراژ فیلم وارد بشه و این از سال 1346 شروع شد. وسوسه شیطان محمد زریندست اولین تجربه اون تو این زمینه بود و بعد برای قیصر و رضا موتوری مسعود کیمیایی تیتراژ ساخت. کمی بعدتر به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رفت و اولین فیلم‌های کوتاهش رو ساخت. نان و کوچه، زنگ تفریح، تجربه و مسافر تجربیات اون تو اوایل دهه 50 هستن که شخصیت اصلی اونها یه پسر بچه است. و داستان در عین سادگی پیچیدگی هایی داره که تو بطن هر کدوم میشه معنای عمیق تری از انسانیت رو درک کرد، چیزی که تو آثار بعدی کیارستمی قابل پیگیریه. کیارستمی اولین فیلم بلندش رو تو سال 1356 ساخت، گزارش، و بعد از اون ده ها فیلم داستانی و مستند رو تو کارنامهش ثبت کرد. اولی ها، خانه دوست کجاست، مشق شب، کلوزآپ، زندگی و دیگر هیچ، زیر درختان زیتون، طعم گیلاس، باد ما را خواهد برد، ABC آفریقا، شیرین، کپی برابر اصل، مثل یک عاشق و 24 فریم. ظاهر داستان ساده که پیچیدگی های شخصیتی و روایتی داره، استفاده از بچه ها به عنوان نقش اول، سبک مستندگونه، بازنمایی فضاهای روستایی، شاعرانگی و تقابل مرگ و زندگی عناصر آشنای فیلم های کیارستمی و البته گفتگوهای توی ماشین و در حین رانندگی. با دریافت جایزه ویژه هیئت داوران نهمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان تهران و جایزه تلویزیون ملی ایران تو همین جشنواره به خاطر فیلم مسافر، کیارستمی پا تو مسیری گذاشت که نقطه اوج اون نه فقط دریافت جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن تو سال 1376 به خاطر فیلم طعم گیلاس بود، که ده‌ها جایزه ملی و بین المللی تو کارنامه هنری اون ثبت کرد. جایزه فیلم موسکو برای فیلم لباسی برای عروسی، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم فجر برای مستند اولی‌ها، جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم فجر، جایزه انجمن منتقدان فیلم جشنواره لوکارنو، جایزه گریفون برنزی و مدال طلای شهر جشنواره فیلم جیفونی برای فیلم خانه دوست کجاست، جایزه هوگوی طلای جشنواره فیلم شیکاگو برای فیلم زیر درختان زیتون، جایزه شیر نقره‌ای جشنواره فیلم ونیز برای باد ما را خواهد برد و غیره. کیارستمی 5 بار نامزد جایزه نخل طلای کن شد و در کل 32 جایزه دریافت کرد که اون رو تو رده اول افتخار آفرینان ایران قرار داده. کیارستمی تو ساخت چند فیلم اپیزودیک در کنار سینماگران معروف جهان قرار گرفت. لومیر و شرکا، بخش شام برای یک نفر، فیلمی متشکل از 41 فیلم کوتاه به کارگردانی 41 کارگردان ماننده میشائل هانکه، اسپایک لی و غیره، یا مستند درباره نیس، مستندی به کارگردانی 7 کارگردان ماننده کوستا گاوراس و راول رونیز. روزنامه گاردین کیارستمی رو تو رتبه 6 40 کارگردان برتر معاصر سینمای جهان قرار داد و نتیجه نظرخواهی فیلم کامنت از منتقدان کشورهای مختلف، انتخاب کیارستمی به عنوان مهمترین فیلمساز دهه 90 جهان بود. اگه درختی رو که ریشه تو خاک داره از جایی به جای دیگه ببرین، اون درخت دیگه میوه نمیده. و اگرم بده،
اون میوه دیگه به خوبی میوهی که تو سرزمین مادریش میتونست بده نیست. این یه قانون طبیعته. اینو هنرمندی گفته که میتونست تو هر جای دنیا که بخواد خونه کنه و تو هر جا که بخواد ریشه بدونه. اما موند و ساخت و گنجینه ی هنر ایران رو پربارتر از قبل کرد. کیارستمی تو تیر ماه 1395 برای درمان بیماری راهی فرانسه شد و تو 14 تیر ماه تو بیمارستانی در پاریس ما و این جهان رو ترک کرد و در خاک و در آغوش هنرمندترین هنرمندان پروردگار آروم گرفت.